بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. براندازا همیشه ادعاشون بود که ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم و به عقاید مردم اصلا کاری نداریم، این حکومت بره یه حکومت دیگه بیاد، عقاید مردم هم سر جاشون باشه. اما الان با توجه به رسیدن محرم 1402 کمپینی را انداختن که در ادامه میخوایم مرور کنیم و یه کلیپ فوق‌العاده میخوام به شما نشون بدم. این اولین تصویری که دارید میبینید کمپینشون اینه، کمپین جدیدشون که آقا سیاه نپوشید، پیرهن مشکی، لباس مشکی نپوشید، غذای نظری هم نخورید. چرا؟ از چی ترسیدید؟ تو این تصویری که دارید می‌بینید گفته کسایی که برای مرگ جوانامون سیاه نپوشیدن اگر برای محرم سیاه بپوشن اینا ایرانی نیستن. اینجا اون ملی‌گرایی فیک خودش رو نشون میده، نجات پرستیه. تو اینجا دوباره ادبیات مشابهی داره که خیلی جالبه با هم دیگه مرورش بکنیم. شروع کمپین نه به سیاه پوشیدن و نه به غذای نظری. چند روز دیگه محرم و سفره و سیاه پوشیدن و بازار غذای نظری حکومتی داغ میشه. غذای نظری حکومتی، این مردم با عشق پول میدن. همین الان قبل از اینکه محرم شروع بشه ملت به من پیام دادن آقای وطن دوست شماره حساب اعلام کن، می‌خوایم برای محرم پول بریزیم. کجاش حکومتیه این؟ تازه بعضیاشون هم خارج از کشورن، همون جایی که شما هستید به مردم میگید اینجا گل و بلبل، ایران جهنمه، خودتونم روتون نمیشه برگردید همونجا. حالا اینو در آینده بیشتر باز میکنم تو برنامه خارج بدون فیلتر. لطفاً سیاه نپوشید و در صف این نظری ها نایستید و در داغ کردن بازار حکومت مشارکت نکنید. یادتون باشه که خمینی گفت این محرم و سفره که اسلام رو زنده نگه داشته، نه به محرم، نه به سفر، نه به نظری. خب پس معلوم میشه که این جمله تاریخی و دقیق امام خیلی شما رو سوزونده. اما تو مورد بعدی که دارید میبینید نوشته توجه، غلام علی حداد عادل گفت اکثریت قاطع مردم گفتن که ما کشور اسلامی میخواییم، مردم اکثرا اعتقاد اسلامی دارن، ماه محرم و روز عاشورا ببینید چند نفر لباس سیاه به تن دارن. من دقت کردم از هر 10 نفر 9 نفر. بعد اینجا نوشته شروع کمپین نه به سیاه پوشیدن و نه به غذای نظری. هم میهنان همدل و باخرد، آگاه باشید چند روز دیگر محرم و سفر آغاز می شود. سیاه پوشیدن و بازار غذاها و خوراکی های نظری نزدیک و داغه. لطفا سیاه نپوشید و در صف گرفتن این نظری ها نایستید و در داغ کردن بازار حکومت مشارکت نکنید. یادمون باشه این محرم و سفره که حکومت مذهبی رو نگه داشته. آگاهی لازمه آزادیه. اینجا یکی دیگه خودش رو کشته، به در و دیوار زده که دارید میبینید. نوشته واسه محرم مشکی نپوشیده و چند تا پشت سر هم همین رو تکرار کرده. اینا همونایی بودن که میگفتن آقا به پوشش مردم گیر ندید. حجاب باید اختیاری باشه. حجاب الزامی چیه؟ چیکار دارید مردم چی میپوشن؟ حالا همینها اومدن نسخه میپوشن برای مردم که واسه محرم مشکی نپوشید. همون مردمی که 1400 ساله دارن تلاش میکنن از امام حسین دورشون کنن، مردم بیشتر عاشق امام حسین میشن. ما هیئت داریم در تهران که مسیحیان، ویدیوشو قبلا ساختیم تو کانال یوتیوب مسلمان تیوی هست. هیئت مسیحی هایی که تو محرم برای امام حسین عزاداری میکنن، غذای نظری میدن. ویدیو شفا گرفتن یه جوون مسیحی، شفا میگیره میشه مسلمان. 1400 سال یزید و یزیدیان به زباله‌دان تاریخ پیوستن. امام حسین روز به روز آوازش در جهان میپیچه. تو پیاده روی 40 نه تنها مسلمان، مسیحی، کلیمی اینا هم میان. بودایی نظری میده برای امام حسین. بعد اینا اومدن مقابل امام حسین بیستن. چقدر شما ابلهید. منتها اینا از اربابانشون هم فاصله گرفتن. تو بی بی 40 و اینتراشغال و اینا وقتی ملکه انگلیس به درک واصل شد، اینا همونایی بودن که مجریاشون، کارشناساشون مشکی می‌پوشیدن. اما از همه اینها که بگذریم، این توییت دست اینا رو خیلی خوب رو میکنه. میگه کاش یک گروه تروریستی پیدا بشه این آثار رو با خاک یکسان کنه. این معماری هایی که شما تو آثار باستانی و تاریخی ما میبینید، این بخشی از هویت ما دیگه. اینا دیگه از حوزه اسلامیش هم خارج شدن. میگه اگر معماری جای دیدی که نقش و رنگ اسلام توش بود، بزن داغون کن. یعنی اینا نه تنها با اسلام مشکل دارن، با تاریخ ایران، با فرهنگ و با هویت ایران هم مشکل دارن. همون کاری که آمریکا به واسطه داعش در عراق و سوریه انجام داد، آثار باستانیشون کلن کنفیکون کرد. همون کاری که وهابیت در عربستان کرده، میخوان تو ایران هم انجام بدن. ببین پس نگید اینها با جمهوری اسلامی مشکل دارن، اینا با اساس اسلام مشکل دارن. این مایوس نادان رو ببینید که الان داره به اسلام حمله میکنه، 2000 سوادم نداره و از مناظره فرار میکنه. اینها همشون زیر مجموعه همون تفکر وهابیتن. اگه به این آتستایی که توی یوتیوب دارن فعالیت میکنن نگاه کنید، بیشتر دارن عقاید شیعه رو میزنن. درسته در ظاهر به اسلام حمله میکنن، اما عقاید شیعه رو میزنن، به اهل بیت حمله میکنن.
اما میخوام یه کلیپ بهتون نشون بدم، خصوصا به اونایی که تو این ایام تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفتن، از امام حسین یه ذره فاصله گرفتن. بریم یه کلیپ با هم ببینیم. حسن ختام برنامه است، من دیگه صحبتی ندارم. این کلیپ رو ببینید، تو خلوت خودتون یه مقدار فکر بکنید به حرفام، به حرفایی که تو این کلیپ زدم با دقت گوش کنید، چون یکی از پربازدیدترین ویدیوهای محرم پارسال بود. منتها امسال باز محرم رسیده و فکر میکنم که جالب باشه ببینید. بعد از جنایت وحشتناکی که تو کربلا رقم زدن، کاروان اسرا رو به همراه سر بریده امام حسین به سمت شام میفرستن و تو راه به راهب مسیحی برخورد میکنن که حاضر بوده برای چند ساعتی سر مبارک حضرت رو پیش خودش نگه داره و 10,000 دینار به سپاه عمر سعد بده. پول رو میگیرن و سر مبارک رو تحویل میدن. راهب با سر امام حسین حرفای جالبی میزنه که تو این برنامه بهش اشاره میکنم. اما قبل از اینکه به فکرش برسه این درخواست رو داشته باشه، اتفاق حیرت انگیزی میفته که معجزه سر بریده سالار شهیدان عمر سعد رو مجبور به اعتراف تلخی میکنه. اعترافی که حکایت از تباهی دنیا و آخرت یزیدیانه. این معجزه سه بار تکرار میشه و انگیزه راهب رو برای این معامله دوچندان میکنه. راوندی به نقل از سلیمان ابن مهران اعمش نقل میکنه که در موسم حج مشغول طواف بودم که مردی رو در حال دعا دیدم که میگفت خدایا من رو ببخش، هرچند میدونم که هرگز نمیبخشی. راوندی میگه از این حرف به خودم لرزیدم، نزدیکش رفتم و گفتم شما الان تو خونه خدا و حرم پیامبری، این ایام حرام هم در ماه بسیار بزرگ و با عظمتی واقع شده، چرا از آمرزش الهی ناامیدی؟ گفت گناهم خیلی بزرگه. گفتم بزرگتر از کوه تهام است؟ گفت بله. گفتم با کوههای رواسی برابری میکنه؟ گفت بله. اگه میخوایی برات بگم. گفتم بگو. گفت بیا بریم بیرون حرم. از حرم بیرون رفتیم. گفت من یکی از افراد سپاه شوم عمر سعد ملعون بودم. وقتی که امام حسین کشته شد، من یکی از 40 نفری بودم که سر مطهر رو از کوفه نزد یزید بردن. تو مسیر شام در دیر مسیحیان فرود اومدیم. سر به نیزه بود و همراهش نگهبانایی بودن. وقتی که طعام رو آماده کردیم و برای خوردن غذا نشستیم، ناگهان دستی رو دیدم که بر دیوار اون دیر می نوشت آیا امتی که حسین را کشتند روز قیامت امید شفاعت از جدش دارند؟ از دیدن این صحنه خیلی ترسیدم. بعضی از افرادی که با ما بودن بلند شدن تا اون دست رو بگیرن، ولی ناپدید شد و دوستای من برگشتن سر سفره غذا. تا اومدیم غذا بخوریم، ناگهان دوباره همون دست برگشت و این بار نوشت نه به خدا سوگند، آنان شفیعی ندارند و روز قیامت در عذاب خواهند بود. همراهای ما به طرف اون دست بلند شدن تا اون رو بگیرن، اما دوباره ناپدید شد. باز یاران من به سر سفره غذا برگشتن و اون دست برای بار سوم آشکار شد و این دفعه روی همون دیوار نوشت حسین را با فرمانی ستمگرانه کشتند و فرمانشان مخالف حکم قرآن بود. من دست از غذا خوردن کشیدم چون دیگه اشتها نداشتم. راهبی که اونجا بود از دیر و صومعه خودش نظارگر ما بود و دید که از اون سر مبارک نوری به بالا میتابه. بعد از دیدن این صحنه متوجه نگهبانایی شد که وظیفه حراست و حفاظت از سر بریده سید و شهدا رو داشتن. راهب به نگهبونا گفت شما از کجا اومدید؟ گفتن از عراق اومدیم. ما با حسین جنگیدیم. پرسید حسین پسر فاطمه و پسر پیامبرتون و پسر عموزاده پیامبرتون؟ گفتن بله. راهب مسیحی گفت مرگتان باد، به خدا اگر عیسی ابن مریم پسری داشت او را بر چشمهایمان حمل میکردیم، ولی اینک از شما خواسته ای دارم. گفتن خواستت چیه؟ گفت به سرکرده و بزرگ خودتون بگید من 10,000 دینار دارم که از پدرانم به ارث بردم، اون رو از من بگیره و این سر رو تا وقت رفتن شما از اینجا در اختیار من بگذاره، موقع رفتن اون سر رو به شما برمیگردونم. این جریان رو به عمر سعد خبر دادن. گفت پولها رو بگیرید و تا وقت رفتن سر رو به راهب مسیحی بسپارید.
پیش راهب رفتن و گفتن پول رو بیار تا سر رو بدیم. راهب دو کیسه که در هر کدوم 5000 دینار بود به اونها داد. عمر سعد دستور داد تا ناقد و وزن کننده اونها رو بررسی و وزن کنه. بعد از گرفتن دینارها پولها رو به کنیزش داد و دستور داد سر رو به راهب بدن. راهب سر رو گرفت و اون رو شست و تمیز کرد و با مشک و کافوری که داشت خوشبو کرد و در پارچه حریری گذاشت و در نهایت احترام در دامان خودش قرار داد و پیوسته بر سر مبارک ابا عبدالله الحسین گریه می کرد و اشک می ریخت تا اینکه صداش کردن و سر رو از او خواستن. راهب که فرصت کمی داشت و نمی خواست این لحظات ملکوتی به پایان برسه خطاب به سر مطهر گفت: ای سر، من جز خودم چیزی ندارم. فردای قیامت پیش جدت محمد گواهی بده که من شهادت میدهم که جز خدای یکتا معبودی نیست و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست. من به دست تو مسلمان شدم و غلام تو هستم. راهب چاره‌ای نداشت و باید سر مطهر رو تحویل سپاه عمر سعد میداد. اما وقتی خواست این کارو کنه به نگهبونا گفت: من میخوام با فرمانده شما حرفی بزنم، بعد سر مبارک نوه پیغمبر آخر الزمان رو تحویل بدم. عمر سعد نزدیک اومد. راهب به او گفت: تو رو به خدا و به حق محمد سوگند میدم که دیگه با این سر اونطور رفتار نکنی و این سر رو از صندوق بیرون نیاری. عمر سعد گفت: حتما همین کارو میکنم. راهب مسیحی مسلمون شده سر رو به اونها داد و از دیر بیرون اومد و به کوه زد و به عبادت خدا پرداخت. عمر سعد هم رفت ولی با سر مثل گذشته رفتار کرد. چون نزدیک دمشق رسیدن عمر سعد به همراهانش گفت: فرود بیایید و اتراق کنید. در این لحظه از کنیزش خواست تا اون دوتا کیسه پول رو که از راهب گرفته بودن بیاره. کنیز کیسه ها رو آورد و جلوش گذاشت. عمر سعد نگاهی به مهر کیسه ها انداخت و دید که همچنان پلمپه. دستور داد کیسه ها رو باز کنن. وقتی سربازان لشکر یزید کیسه ها رو باز کردن، عمر سعد در نهایت شگفتی دید که پول ها به سفال تبدیل شده. معجزه دیگه‌ای که در این وقت رخ داد نوشته های عجیب بر روی سکه ها بود. در یک طرف اون آیه 42 سوره ابراهیم نوشته شده بود: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، به این معنا که گمان مبر که خدا از آنچه ظالمان انجام میدهند غافل است، نه بلکه کیفر آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشمها در آن به خاطر ترس و وحشت از حرکت باز میستد. روی دیگه سکه ها آیه آخر یا همون آیه 227 سوره شعرا درج شده بود: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، به معنای آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست. عمر سعد وقتی با این صحنه عجیب مواجه شد در کمال بهت و نگرانی گفت: انا لله و انا الیه راجعون، دنیا و آخرت رو باختم. بعد به غلامانش گفت اونها رو در نهر آب بریزید. این ملعون و همراهانش فردای اون روز وارد دمشق شدن و سر مطهر رو پیش یزید ملعون بردن، اما چیزی که قرار بود بهش برسن نرسیدن. وقتی به محتوای این معجزه و اتفاقات تلخ واقعه کربلا نگاه میکنی و ناکامی افرادی مثل عمر سعد در رسیدن به حکومت ری رو میبینی که دستش به گندم اون هم نرسید، ناخودآگاه یاد حدیثی از سید و سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه میفتی که قریب به این مضمون حضرت فرمود: کوچه گناه بمبسته. یعنی اگه بخوای از راه حرام به خواستهات برسی عاقبت به خیر نمیشی. شاید با کلاه برداری و مال مردم خوری چند روزی دنیا به ظاهر به کام تو باشه، اما یه روزی یه جایی باید تاوان پس بدی. شاید بتونی ناموس مردم رو با جملات اغوا کننده فریب بدی و اسمت و عفتش رو لکه‌دار کنی و به این واسطه آتیش شهوت‌های نفسانی خودت رو کم فروغ کنی و دو روزی لذت کاذب ببری، اما بدون یه روز یه جایی تاوان این خیانت به ناموس مردم رو میدی، ولو اینکه خودت ندونی. ندونی که کم شدن روزی و بیبرکت شدن عمر میتونه نتیجه این عمل تو باشه. زیاد شدن جوون مرگ علی رغم پیشرفت دانش پزشکی نتیجه خیانت‌های جنسی و تعدی به ناموس دیگران باشه.
امیدوارم از تماشای این برنامه هم لذت کافی و وافی رو برده باشین. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.